رئیس جمهور دونالد ترامپ دیروز در یک توییت شیوع ویروس کرونا را حمله دشمن نامرئی خواند و گفت که لازم است برای حراست از مشاغل شهروندان آمریکایی مهاجرت را به طور موقتی متوقف بسازد. آقای ترامپ گفت این کار تنها با فرمان اجرایی انجام خواهد شد. در ماه مارچ اداره ریاست جمهوری ترامپ سرحدات ایالات متحده را با مکزیکو و کانادا بر روی سفرهای غیر ضروری مسدود کرد و همچنین ورود هر اتباع خارجی را که در 14 روز گذشته در چین، ایران و سایر کشورهای حوزه شنگن در اروپا سفری کرده بودند به ایالات متحده ممنوع کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، این اقدام رئیس جمهور ترامپ با محکومیت برخی دموکرات ها مواجه شد که رئیس جمهور ترامپ را به اختلال افکار مردم درباره رسیدگی بطی و نادرستش به شیوع ویروس کرونا متهم می کنند. آقای ترامپ گفت که او این تصمیم را برای حراست از نیروی کار ایالات متحده انجام می دهد. میلیون ها آمریکایی از بیکاری در زمان مسدودی سراسری کسب و کارها برای توقف شیوع ویروس کرونا متاثر شدند. قصر سفید جزئیات بیشتری تا به حال در مورد دلیل اتخاذ این تصمیم، زمان اجرای آن و اساس حقوقی آن ارائه نکرده است. در همین حال بعد از کاهش تاریخی قیام نفت در ایالات متحده، رئیس جمهور ترامپ اعلام کرد که حالا وقت مناسبی برای خریدن نفت است. رئیس جمهور ترامپ به طور اساسی تأثیرات کاهش قیمت نفت بر پیامدهای مشاغل انرژی داخلی و تأثیرات آن را بر وضعیت ژئوپلیتیکی در خلال همه‌گیری ویروس کرونا نادیده گرفت. او به خبرنگاران دیروز گفت که مشکل ایست که کسی در این شرایط در هیچ جای جهان از موتر استفاده نمی‌کند. آقای ترامپ همچنین گفت که او در صدد توقف ورود محموله‌های نفتی سعودی می‌باشد. قیمت نفت خام وست تگزاس اینترمدیت برای تحویل دهی در ماه می به هر برل منفی $37.63 رسید که رئیس جمهور ترامپ این وضعیت را آسیب مالی خواند. این همه خبرها در حالی است که رقم تلف شدگان و رقم مصابین به ویروس کرونا در ایالات متحده آمریکا تا دیروز همچنین بلند گزارش شده است. از جمله گزارش شده است که حدود 800 هزار نفر در ایالات متحده آمریکا مصاب به ویروس کرونا شدند و حدود 43 هزار نفر هم جان باختند طی این مدت.